أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم محمد. وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين سيما بقية الله بالأرزين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. إن شاء الله همیشة تحت توجهات ولي عصر والزمان حضرت حجة ابن الحسن العسكري أرواحنا له الفداء قرار داشته باشید به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. موضوع ما درباره اسلام شناسی است که در جلسه قبل که در خدمت شما عزیزان بودیم مقدمه ای را با طرح سوالاتی مطرح کردیم که تکمیل نشد. در باب اسلام شناسی به عنوان مقدمه سوال اولی که مطرح کردیم این بود که اسلام چیست؟ اسلام را تعریف کردیم. سوال دومی که مطرح شد این بود که دین اسلام با ادیان الهی دیگر چه فرقی دارد؟ که پاسخ داده شد. سوال سومی که در جلسه قبل مطرح کردیم این بود که آیا در اسلام تحول و تکاملی وجود دارد یا نه؟ که یک در بخش آن را پاسخ دادیم، بخش دوم وقت به ما اجازه نداد. ما عرض کردیم که قوانین بشری همیشه در حال تغییر و تحول است. قوانینی که توسط ما وضع می‌شوند یا قوانین حکومتی یا قوانین سیاسی یا قوانین ترافیکی یا قوانین اجتماعی یا قوانین شهری یا قوانین بین‌المللی، هر قانونی که بشر وضع می‌کند همیشه در حال تغییر و تحول است. هیچگاهی قانون ثابت نمی‌ماند. اما اسلام دارای دو نوع قانون است. یک سری قوانین اسلامی ثابتند. عرض شد که از صدر اسلام تا به امروز آن قوانین قابل تغییر نیستند. مثل قبح ظلم، بدی ظلم هیچ قابل تغییر نیست. مثل حسن عدل، عدالت داشتن، عادل بودن، برقراری عدالت تو قابل تغییر نیست. مثل نماز، مثل روزه، مثل حج و خیلی احکام دیگر که اینا ثابتن و هر چقدر زمان بگذرد تغییر نمی کنند. نمی شود چون الان 1400 اندی سال اسلام گذشته ما باید بگیم دیگه نیاز به نماز، به این تعداد رکعات نداریم، دیگه نیاز به روزه نداریم، یا به روزه رو تغییر بدهیم. این را نمی توانیم. یعنی احکام ثابت. اما یک سری احکام در اسلام قابل تحول هست، قابل تغییر هست. این بخش از پاسخ خیلی مهمه. متاسفانه ادهی این رو نفهمیدن. یک بحثی است که امروز علما خیلی روی آن تمرکز میکنن، مسئله تأثیر زمان و مکان در استنباط احکام الهی است. آیا مکان و زمان در فتوا دادن تأثیر دارد؟ در احکام که قرار است ما از قرآن و سنت استنباط کنیم تأثیر دارد؟ بعضی اینو درست نفهمیدن. میبینیم آقا میاد مقاله می‌نویسد درباره حجاب، میگوید اون حجابی که در قرآن آمده است، در روایات آمده است، این حجاب با بسیاری از قوانینش مربوط به زمان پیغمبر و ائمه اطهار می‌شود، نه مربوط به زمان ما. این از کجا گفتی؟ از شکمش گفته. در کجای قرآن گفته؟ در کجای سنت گفته؟ بله، حجاب
مفاهیم متعدد دارن. اسلام برای ما مصداق تعیین نمی کنه. اسلام میگه که خانم باید حجاب کنه. حجاب یعنی چی؟ یعنی موهای خودش را بپوشاند. اکثر اعضای بدن خانم در مقابل نامحرم باید پوشیده باشد، فقط دستان تا مچ، صورت و همان مقدار که شسته می شود برای وضوء می تواند برهنه بماند. اسلام دیگر نمی گوید ما برای حجاب چی استفاده کنیم، حالا می خواهیم حجاب را با چادر نماز تحقق بدهیم، خب می خواهی با مقنه و ماندو تحقق بدهیم، خب فرمی نمی کنم. با چادری افغانی باشد، با چادر نماز سیاه ایرانی باشد، با حجاب های عربی باشد، فرقی نمی کند. اسلام از این خانم چی خواستن؟ حجاب خواستن، یعنی برجستگی بدنش معلوم نشد، موهای سرش معلوم نشد، گردن و گوشها، بازوان، زانوها، پاها معلوم نشد. حالا با هر لباسی دیگه باید میتونی حجاب رو تحقق ببخشی، نه اینکه بیان بگیم آقا حجاب مختص زمان پیغمبر بوده الان دیگه ما حجاب لازم نیست. نه، این هم غلطه. یک سری موارد، یکی دو احکام اگر فقط مختص زمان پیغمبر بوده که عدلش هم بیان شده قضیهش فرق میکنن، اما تمام احکام غیر از موارد نادر، هر حکمی که خداوند برای مسلمین در زمان پیامبرش نازل کرد تا روز قیامت ادامه دارد. از لحاظ مصداق قابل تحول حکومت حجابی که مثال زدم. یک زمانی میبینید شما به کتب فقهی رجوع میکنید، یکی از مباحث مهم در فقه بحث مکاسب است، بحث معاملات، چی چیزای فروش از جاهز است، چی چیزای فروش از جاهز نیست. مثلا اومدن گفتن فروش خون حرام است. مگه امروز خون نمیفروشن؟ شما اینکه نیاز به خون دارید مگه دیگه شفاخانه رجوع نمیکنید؟ به بانک خون رجوع نمیکنید؟ حالا بعضیاش خیریه است، مجانی و رایگان به شما میدهد، بعد جان خون را به شما میفروشن. پس اگر فروش خون حرام است، چرا امروز مراجعش ایرادی نمیگیرن؟ فقهای ایرادی نمیگیرن؟ چون موضوع فرق کرده، یا به عبارت بهتر ملاک فرق کرده. در زمان پیغمبر خدا و ائمه اطهار خون فقط یک منفعت داشت، خوردنش. کسی که میخواد خون را معامله کنه در اون زمان فقط میتونه از خوردن آن استفاده کنه، خون را بخورد. حالا به هر بهانه‌ای، هنوز هم بعد از اساطین بعد از وردش ها هستن که میگن خون به انسان قدرت میبخشد. در زمانی که پیغمبر بوده، ائمه بوده و بعد از آنها تا چندین سال بعد، فقط خون رو میتوانستی برای خوردن استفاده کنی، اما خون که نجسه. آیا خوردن نجس جایزه؟ نه خیر، خوردن نجس حرام است. خوردن خون حرام است، چه خون انسان باشد چه خون حیوان باشد. شما وقتی که حیوان را ذبح میکنید، گوسفندی را قربانی میکنید، اون مقدار خونی که در آخر میماند اشکال ندارد، اما اون خون اصلی اول باید خارج بشه. شما اول میگید چون گوسفند حلاله پس خونش رو همهش رو بخورم، نه. اما زمان تغییر کرد، زمان پیشرفت کرد، دنیای ما متحول شد، رسیدیم به زمانی که میتوانیم از خون دیگری برای زنده نگه داشتن یک شخص دیگر استفاده کنیم. وسائلی درست شد که خون یک شخص را به خون به بدن شخص دیگر انتقال بدهد. دیگه فروش خون حرام نیست، چون ملاک حکم تغییر کرد. پس میبینیم یک بار موضوع تغییر میکنند، یک بار ملاک تغییر میکنند، پس در این احکام تحول ایجاد شد. یا مثلا بعضی از خالکوبی سوال کنه تو جوانان ما، میگم خالکوبی میکنم، تتو میکنم، تبلیغش نمیکنم، نکنید بهتر. چون چنان که شنیدم، حالا از جایی در کتاب معتبر یا از دکتری نشنیدم، میگن کسانی که تتو میکنن، خالکوبی اصل میکنن که با آسانی دیگه پاک نشه بلکه دائمی زیر پوست قرار میگیره، شخصی که تتو دارد به بدن نمیتواند به دیگران خون اهدا کنه.
اگر این واقعیت داشته باشد پس بهتر است تطوع نکنید. حالا من بین مراجع اختلاف آیت الله مجلسیستانی میگوید تطوع کردن به خودی خود حرام نیست مگر اینکه به خاطر مسائل دیگر حرام میشد. اون بماند به بعضی از سایت ها رجوع میکنیم میبینیم از اون طرف سوال کرده سایت های دینی آیا فالگوبی کردن حرامه؟ یک روایت رو میآورد اون روایت استدلال میکند بله فالگوبی کردن حرامه. اما وقتی که ما اون روایت رجوع میکنیم ما منظور اون اهل علم میبینیم اون روایت ربط به فالگوبی امروز ندارد. در قدیم آرایشگرهای زن یک عادت داشتن برای بعضی از خانما خال میگذاشتن. این گذاشتن خال در بدن نه خال موقت خال ایجاد میکردن با بعض از رنگ ها زیر پوست رنگ را به اصطلاح وارد میکردن این خال موجب زیبایی آن زن میشد. بعضی نواقص صورت آن زن را با این خال از بین میبرد. ما در روایت داریم که این عمل حرام است. خالگذاری حرام از زنی که برای دیگران خال بگذارد مرتکب حرام شده است. چرا؟ چون این کاری که اون خانم آرایشگر در آن زمان میکرد موجب تدلیس میشد. خب وقتی که به آقای میخواد به خانمی عروسی کند باید آنچه که آن خانم به طور حقیقی دارد را بداند. نمیشه که آقای زن اصلا نبینه بگه آقا خب دختر شما را ببینیم دختر را آرایش کرده با هفت قلم آرایش بیارن اینم دختر ما چقدر زیباست. صبح عروسی از خواب بیدار میشه یک قول هفت بیابان در کنارش آقا یکیه منم خانم خب دیشب آرایش داشتن الان ندارم اینجوری هست من الان اینجوری شده البته جوانا مواظب باشن روی خیابان دختر آقا خوش نکنیم براتون چون بالاخره یا مرد را یا یک قول پیشا خودم پاک و صغره باید خانواده داماد دختر رو ببینن. اگر اینا بگیرن دختر رو آرایش کده به طوری داماد رو بازی بدن دختر رو قالب به داماد کنن صبح داماد ببینن میتونه آقا نکاره فصل کنن. به همین لحاظ در قدیم یک سری وظایف وجود داشت که میتوانستن خانما رو تغییر بدن تا یک خانم زش را به یک کسی بتوانن آقا قالب کنن. مطلب ربطی به این خالکوبی نداره. الان این خالکوبی هایی که وجود دارد بعضی جوان ها آقا خالکوبی میکنن عشق فقط مادر نمیدونم آقا خالکوبی میکنن قلب شکسته هیچ کدومشان هم قلبشان نشکسته تبخم میزنن اینا خدا وکیلی من راست میگم این اکثر جوان عاشق نیستن فقط خوش آقا در فیسبوک و فضای موجود یه چیزایی برای آن عاشق بنویسن اصلا فهمیده عشق نیست نفهمیده عشق حالا شوق کردن عشق فقط مادر یا مثلا درخت ای را نقش و نگار کردن پرنده ای را نقش و نگار بر پوستش کردن او رو باید رفتی به مسئله ندارن. پس میبینیم بعضی احکام قابل تغییر هم قابل این است که تحول ایجاد بشود. در روایت هم داریم شخص نزد امیر المؤمنین علی بن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه حاضر میشود یا امیرالمؤمنین آیا این حکمی که رسول خدا صادر کرد منظورم پابرگاه کدام حکم؟ رنگ کردن ریش. یک زمانی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند مسلمان ها باید ریش های خود را رنگ کنند. باید امامی گفت نه این حکم دیگه برای زمان ما نیست. چرا یا امیرالمؤمنین؟ چون در زمان پیغمبر تعداد مسلمین کم بود به خاطر که مسلمین با یهودی ها تشابه پیدا نکنند شبیه هم دیگر معلوم نشوند مسلمان ها از اونها جدا باشند آن دیگه جمعیت مسلمانان زیاد شده است این حکم هم خلاص شد. اینو من رو تحول در احکام پس بعضی احکام ثابتند اما بعضی احکام قابل تغییر و تحول هست. البته به این آسانی هم نیست که ما بدانیم خودمان به دل خودمان بگیم حکم جز احکام است که تغییر میپذیرند. یک سری قواعد کلی وجود دارد
یک سری قوانین کلی در روایات ائمه ما وجود دارد که با آن قوانین و قواعد کلی فقیه، کسی که درس دین خوانده و به حد تخصص رسیده و میتواند فتوا بدهد، او با استفاده از آن قوانین و قواعد کلی در کلام ائمه اطهار میتواند بگوید که الان این حکم های قابل تغییر هست یا نیست. گوه اوقات محکمی موقتا میتوانند حرام بشود به خاطر بعضی از مصالح. شما داستان میرزای شیرازی را شنیدید؟ مرحوم میرزای شیرازی رضوان الله تعالی علیه که از مراجع بزرگ ما بود که مانند و نظیری نداشت، در زمان اون انگلیس بعضی کشورها را تحت تسلط خودش قرار گرفته بود، به اصطلاح کشورها داشتن تحت استعمار انگلیس می‌رفتن. حالا اونایی که علوم سیاسی خواندن این بخش را در دانشگاه من خواندن که چگونه یک کشور می‌تواند کشور دیگر را تحت استعمار ببرد با وارد کردن کالا. یک بخش آمد برای آقایان دانشجو به ما بگن، من دانشگاهی نیست در حال مطالعه کردم، با تحمیل کردن زبان، با وارد کردن کالا و یک سری موارد دیگر میتونه یک مملکت را تحت استعمار قرار بده. انگلیس با وارد کردن تنباکو به ایران میخواست ایران را به استعمار بگیره، تسلط بر ایران پیدا کنه. میرزای شیرازی با خبر شد، قلم به دست میگیرد، کاغذ را روی میز میگذارد، مینویسد از امروز به بعد هر کسی تنباکو بکشد محاربه با امام زمان خودش کرده است. هر کس از این به بعد تلیان، سیگار، هر چیزی که تنباکو دارد استفاده کند با امام زمان خودش جنگیده است. تنباکویی که دادی روز حلال بود که اگه شد حرام، طرف میگه وارد قصر شاه ایران شدم، دیدم زمان شاه دارن چلم ها و تلیان ها را از پشت بام به حیات میاندازن میشکنن. چرا؟ میرزا حرام اعلام کرده. تا که انگلیس شکست خورد، همین که انگلیس شکست خورد نتوانست اون برنامه شیطانیش را تحقق ببخشد، دوباره میرزا اعلام کرد به خاطر بعضی مسئله ما میتوانیم بعضی احکام را حرام اعلام کنیم. اینم سوال سوم. سوال چهارمی که با عنوان مقدمه بیان میکنم این است که از ما سوال میکنن، دیشبم گفتم، آیا اسلام پاسخگوی نیازهای بشر است؟ از ملا خیلی شنیدیم آقا اسلام همه نیازهای شما را پاسخ میدن. حالا اگه ده حرف را میزنن، اما جوانی که مثل شما آگاه و هوشیار است میاد یکه این ملا را میگیره، میگه تو گفتی اسلام پاسخگوی همه نیازهای ماست، چگونه میتوان اسلام پاسخگوی همه نیازهای ما باشد؟ من میگم بله، من که نه، همه میگن اسلام میگه، پیامبر گفته، ائمه ها گفته، قرآن گفته، اسلام به همه نیازهای بشر پاسخ گفته است. اسلام هیچگاه بلا جواب نمیماند. چگونه آقا؟ مگر همه چی در اسلام آمده؟ یک شخصی با ما شوخی میگه، میگه شما ملا چرا سیگریتی و چرس حرام میگیم؟ در قرآن خونه آمده، در روایت خونه آمده، بین در روایت آمده، برید بگردید نیامده. چرس آمده میگو تیه فقیری نام الله همین چرسی که پس کچای کابل ما و شما رو پر کرده دود رو بگشت، هیچ کس هم نیست منکر نمی کنه، انگار نه انگار مردم دارن حرام عمل می کنن. اگه من هیچ نیست منکر دامرم نکرده باشم در منطقه سرکار جه کار کردم، دل زدم به دریا، آمدم در مغازه آقا خرید کنم، دیدم بوی چرس از کنار این مغازه دارم، دو تا جوان نشسته سیگریتی رو بینه با چت شام نیفته، یک همی گرفتن بالا، یک نگاه کردن، حالا امامان رو بیاش شنم رو نشناختن، در امامان نشدن خلاصن. آمدم وارد مسجد شدم، شب نماز و شبش و فردا شبش، گفتم این مردم در این منطقه جوان ها چرس میکشن، یک دهدش اونم علنی، اونم روبروی مسجدی که به نام حضرت مهدی عجل الله تعالی و فرجه الشریف صلوات الله علیه و آله.
چند شب قبل از دیدم این آقای شراب خورده بود مثل خر عربده میکشید. داد و باویدا میکرد. گفتم پریشبم دیدم یک آقای کنار مسجد شراب خورده در اون کوچه داره داد و میزنه چلچلس میکنن. چرندیات میگه چرا شما سکوت کردید؟ آیا شما ناموستان از این خیابان تیر نمیشه؟ آیا فرزندان شما دنبال نان خریدن و سودا کردن خانه ساعت 6 یا 7 یا 8 شب نمیگراید؟ چگونه زن فرزندمون در امنیت باشد؟ فرزند کوچه که ما اینها را ببینند اونم کم کم خدای نکرده چرسی میشود. سیاست ما، ناموس ما از این سرک گذر کند. ای آقای شرابی که دارن مثل یک چارپای اولایک کل انعام بلهم ازل داره واویلا میکند جفتک میاندازد، آیا سیاست ما در امنیت خواهد بود؟ همه گفتن آقا راست میگه. جمع شدن جلسه کردن بالاخره گفتن ما یک کاری میکنیم. حالا این چرس که در قرآن نیومده شما از کجا میداد و برام در قرآن نیامده، اما ما روایاتی داریم که این چرس رو میدان برای ما حرام کنه. ما در روایت داریم شراب حرام است، بهتر بگم خمر. شراب در لغت عرب به معنای نوشیدن، نوشیدنی. شرب به معنای نوشیدن، شراب یعنی نوشیدنی. بعضی به ما میگن شما والله شراب حرام میگن، خود قرآن میگه ما شما در به شراب ها یه تحول میدهیم. چرا که بخیل از این قبول دید دنیا ما شراب رو بخوریم؟ آقا تو اشتباه کردی، قرآن میگه شراب تحول یعنی نوشیدنی های تحول، جوس تحول، آب سیب، آب تربوز، آب خربوزه، آب انگور. اون چیزی که در اسلام حرامه خمر، فقا، آب جو که مصرف میکنن. حالا بگید چرا اون خمر یا شراب ما حرامه؟ لسوق، چون نیشاوره، چون مصرف میکنه، عقل را زائل میکنه. پس وقتی که شراب به خاطر مصرف کنندگی حرام بشه، این هم شامل چرسم میشه. مگه چرس مصرف نمیکنه؟ حالا اونایی که عدید شدن به قول انگلیسی ها محتاط شدن، بعضا الکهولیک هستن، محتاط به الکهول، هر چقدر بخورم بازا با من رو صادق دارم قسم میکنن که نگه آقا چرس بعضا را خب مست نمیکنن، خواهد باز که کشیده دیگه نمیبنن، بنگ هم نیشه میکنه، بازا بکنم شاملش میشه، شیشه، تابلتگاه، هر چیزی شما از این زهر ما رو میتونی پیدا کنی که نیشه آوره، او حکم شاملش میشه. گفته میکسی که قواعد کلی وجود داره. پس اسلام آقا پاسخ داره. آقا تغییر جنسیت یک مردی بره خودش به زن تبدیل کنه جایزه؟ نه، حرام. اسلام پاسخ داره. یک زنی بره خودش به مرد تبدیل کنه حرام، جایز نیست. در اسلام پاسخ داده شده. هیچ چیز، هر موضوعی که امروز پدید به وجود بیاید قرنها بگذرد، هر موضوع جدید دیگری هم که به وجود بیاید اسلام کلیاتی دارد، قوانین کلی، قواعد کلی دارد که اون موضوعات جدید را میتواند پاسخ بدهد و هیچگاه بلا جواب نمیماند. فهمیدم اسلام پاسخ نیست. اسلام را اگر واقعا میشناختیم پاسخ خودمون رو دریافت میکردیم. اون تصور مطالعه نمیکنیم. یک سری از غربی‌ها رفتن مطالعه کردن فهمیدن، اما جوان مسلمان مطالعه نمیکنه. اینم سوال چهارم. حالا سوال پنجم این است که انسان چه احتیاجی به اسلام دارد؟ چی نیاز به اسلام داریم؟ چرا باید اسلام را قانون دین قبول کنیم؟ اسلام را احتیاج داریم تا خرافی بار نیاییم، اهل خرافات نشیم. کسانی که از اسلام دورند یا اسلام را نشناختن اصلا مسلمان نیستند، اینا همه دچار خرافات هستند. شما با این کشورهای پیشرفته غربی رجوع کنید، یکی نه، دوتا نه، سه تا نه، کشورهای متعددی هستند
که وقتی که به هتل هایشان می روی، به تیاره آن مملکت بالا می شوی، از شماره 13 خبری نیست. می رو با تیاره نمیده چوکی 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 13 عددش اومد استفادهش نمی کنی. 13 خوب نمیاره، انسان هم بد چانس میبه. خدای نکنه تیاره میفته بایی کلم بایی عدد 13. یک عدد کار خدایی میکنن. شما وارد بعد اتاقای غربی میشید، اتاقا نمبر داداشتن 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11 دیگه 13 ندارید، 14, 15, 16. آقا چی شد؟ عدد نحسن. حالا بیا به ایران. ایران هم یک عده از مردمش که اسلام رو نشناختن به عدد 13 حساسیت دارن. چرا 13 بدل میگن؟ میرن بیرون. حالا به افغانستان مردم خرافاتی میشه به عدد 39 حساسیت پیدا میکنن. شما برید به همین کشورهای پیشرفته غرب، وقتی که صبح پشک سیاه را ببینن، اون روز خود را روز بدبختی خودشان میدانن. همین امروز در همین قرن 21 اگر پشک سیاهی را بیرون خانه اش دید، به خودش میگه با ویلا خدا روز ما را بخیر کنند. اگر شخصی از زیر به اصطلاح نردبان، یعنی رایزینه های که موقتی از زیر اینها گذر کنند تیر بشود، میگه تو بدشانسی. یک در افغانستان چی میگه آقا؟ اگه در لحک در موزه استا چی نکو به قرضدار میشی. اگه کتاب در باز بگذاری خودت مطالعه نکنی، نکو به شیطان. آقا شیطان بخونه چی هایی داره؟ شیطان چی نیاز به کتاب من داره؟ خودش به بس باسواد خدا میگونه. حالا کتاب من رو بخونه بعد باسوادتر میشه. نه ولی ما خیلی باسوادتر هم. هیچ کس بعد از معصومی شیطان از جمله کتاب ده خیلی علم داره. یک به گمراه شد. حالا به کتاب من رو مطالعه کنه. اینا خرافات نیست. آقا نکاح بین دو میل کنیم یا نه؟ آقا نکاح بین سید بود روی دفعه بان بود همیشه بین دو میل هستید. هیچ وقت یک سال ما از دو میل خلاصی ندارد. این همه خرافات هم. چرا خرافات؟ چون اسلام را نشناختن یا از اسلام دور شدن. پس ما به اسلام نیاز داریم تا خرافگران نشویم، تا رستگار شویم از لحاظ معنوی و در دنیا خوشبخت بشیم. من در خطبه نماز قربان عرض کردم در همین مسجدی که حضور داریم، گفتم اگر ما به اسلام گوش میدادیم دچار مرض کرونا هیچ کس نمیشد. خداوند متعال در قرآن میگوید چیزهای پاک را خود بخورید. یک سری حیوانات را حق دارید بخورید، یک سری حیوانات را حق ندارید بخورید. اما این چینی های بدبخت آمدن آقا چی خوردن؟ هر زهدمانی که پیدا کردن این مورچه‌خوار با اون جنس مخصوصش در اسلام حرام از حیوانی است که مورچه میخورد از مورچه تناول میکنند، غذایش مورچه است. او را گرفتن آقا در هتل‌های خود آوردن، مرض کرونا با وجود آمد. یک زبان آنفولانزای خوکی آمد که هنوز هم هست اما تداوی دارد. این آنفولانزای خوکی خب مرکوب حرام نیست. اگر اسلام را قبول کنی هم در دنیا خوشبختی و رستگاری هم در آخرت. اما اسلام را نشناختی. سلام و سلام.